بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب خدمت شما و تبریک دهه کرامت به ویژه پیشاپیش میلاد مسعود آقا علی ابن مسرزا رو و تشکر بابت برگزاری این برنامه. یکی از نکات اساسی زندگی مؤمن اینه که ببینه نسبت او با خدا چیه. واقعا خدای ما تو ذهن ما، تو قلب ما چقدریه؟ او اگه میخوای ببینی چقدر خدا برات، برای خدا مهمی، نگاه کن ببینی چقدر خدا برات مهمه. ما خدا همون با هم فرق داره متاسفانه. هممون هم بهش میگیم الله، اما حقیقتا وقتی نگاه بکنیم ببینیم این خدای ما چقدریه تو ذهن ما، تو قلب ما، خیلی متفاوته. یعنی متاسفانه به تعداد آدم ها میبینی خدا وجود داره. یک موقعی هست من اینجا دارم صحبت میکنم، سخنرانی میکنم، بعد موقع بلند شدن یا این لیوان میفته و چه میدونم مثلا میشکنه، بعد یه برمیگردم میگم آقا جون این بالاخره متعلق به حرمه، حساب کنید ببینید ما چقدر بدیم، 5,000 تومان، 6,000 تومان، 10,000 تومان، حالا دیگه یه دست لیوان مگه چقدر، یه دونش چقدر میشه. یک موقع هست موقع بلند شدن دارم میرم، آقا این لیوان آب میریزه رو این سیما و مثلا یه سیستم اکوی چند صد میلیونی اینجا میسوزه. آیا اون موقع هم برمیگردم بگم آقا اینجا مال حرم بود بفرمایید ما، یاد سری سعی میکنم ماسمالش بکنم و فرار کنم برم. توی اینجا خدای اون آدم قد همین، نعوذ بالله، قد همین 2,000 تومنه. این که میگن آدم ها قیمتی دارن، در واقع اون قیمت خرید خداهاشونه. تا چقدر بدن از خدات برمیگردیم. وقتی هم به الگوهای دینی خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که کسانی هستن که هیچ قیمتی نداره. خدا خداست. در راه دفاع از دین، زن، بچه، پدر، مادر، مال، زندگی، همه چیز. شما وقتی سوره توبه رو میخونید آیه 22 یا 24 میفرماد که اگه میخوای ببینی مؤمن واقعی هستی یا نه، بسم الله نگاه کن. همین الان سوالی که ما بدونیم مؤمن واقعی هستیم یا نه، قل ان کان، بگو نگاه کن ببین آباکم و ابناکم و ازواجکم و اخوانکم، همینطور عشیرتکم، ببین پدرت، بچت، برادرت، همسرت، فک و فامیلات، ترک و فارس بودنت، عرب و عجم بودنت، عشیرت، اموال و اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، تجارت تخشون و کسادها، اون تجارتی که میترسی کساد بشه، دلار چقدر شد، 1,000 دلار رفته طرف خریده، ته دلش آرزو داره دلار بره بالا، کاری نداره چه بلای سر مملکت میاد، با خاطر 1,000 دلار خودش میخواد فاتحه مملکت خونده بشه ته دلش. و مساکن ترضاونها، اون خونه هایی که راضی هستید توش کیف دارید میکنید، بالاش زدید هازا من فضل ربی، ها میفرماد اگه این چیزا ته دلتون احب الیکم من الله، از خدا دوست داشتنی تره. نمیگه خدا نمیفرماد اینا دوست نداشته باشه، من این نفر میتونه پدرش دوست نداشته باشه، احب من الله، از خدا بیشتر دوست داشته باشه. فتربس حتی یأت الله بأمره و لا یهد القوم الفاسقین، فاسقی هدایتت هم نمی کنم. شما مثلا ابا عبدالله رو نگاه بکنید، میگه آباکم پدریشون شهید، میگه ابناکم پسراش شهید، از علی اکبر تا علی اصغر، اخوانکم برادراش شهید، ازواجکم به اسارت برده شده، اموالی که در مدینه رها کرد، خونهی که رها کرد، تجارتی که نداشت. اما دقت بفرمایید عمر سعد نتونست بین گندم ری و خدا رو انتخاب بکنه. یک لحظه است ما توی به زنگوهای زندگی جاهای قرار میگیریم میبینیم متاسفانه خداهامون خیلی کوچیک. بذارید یه مثال دیگه بزنم، میخورده یه ماجرایی رو براتون میگم، میخورده وارد بحث از این خدا میخوام وارد بحث مقاومت در راه اون خدا بشیم، در راه دین خدا بشیم. یکی از این دوستان تعریف میکرد، میگفت یه پدر بزرگی داشت، خیلی آدم ساده دلی بود، گفت خیلی، یعنی آدم ملاک، ثروتمند، گفت نصف یه روستای آبادی مال این بود، اما بسیار ساده دل بود.
گفت اینقدر این آدم ساده دل نمازخون. گفت یه بار این ساعتش خراب شده بود. او میگفت میگفتش که یعنی دوماد این پیرمرد اینو میبره تو شهر درست میکنه، ساعت خوبه، از اون ساعت گران قیمت هم بود. وقتی آورده بهش میگفت یه مشت گندم هم ریخت روی کرسی. گفت اینا تو ساعته بود. گفت این باور کرد. گفت اینو به بچه 4 ساله میگفتی، میگفت مگه میشه نم گندم تو ساعت جا بگیره، یه مشت گندم. بعد این از کجای ساعت رفته تو؟ میگه یک روز ما رفته بودیم، بارندگی بود، رفته بودیم توی زمینای یه سری بزنیم. یکی از اقوامشون یه کلاهی گذاشته بوده سرش، یه عینکی زده بوده، تغییر چهره‌ای داده بوده. میگه وایستاد شروع کرد به این دشنام دادن. گفت چرا به من فحش میده؟ گفتش که این از رعیت میگه پول ما رو ندادید. میگه تو همون هوای بارونی که شیشه هم خیس شده بود، میگه یه خورده این طرفو نگاه کرد، یه خورده اون طرفو نگاه کرد. با همون لهجه محلی خودشون برگشته بود، گفته بود که حالا که کسی نیست از روش رد شو. میگه نگاه کردم این آدمی که ما به سادگی میشناسیم، به سادگی خوردن یه لیوان آب میخواست اونجا قتل انجام بده. میگه بکشیمش همینجا قبرش میکنیم توی بیابون، هیچ کم نمیفهمه. به خاطر چی؟ به خاطر دوتا توهین. ما ها تکونمون ندادن تا بفهمیم خداهمون چقدیه. بله چشم. اصلا و ابدا زندگیمون همه چی سر جای خودش بوده، الحمدلله. خب خود است. امام حسین فرمود بابا دین لقلقه زبون ایناست، بذار یه تقیب توقی بخوره ببین بازم با خدا میمونه یا نه. قرآن میفرماد ان الذين آمنوا، اگر تو ایمان آوردی بعدش اینه ثم استقامو، بعدش استقامت و مقاومت. وقتی میگه استقامت یعنی مستقیم ماندن در مسیر صراط مستقیم و منحرف نشدن. اینکه خداوند متعال میفرماید من خودم توی صراطم دست شما رو میگیرم. یعنی اگر میخوای دست تو دست خدا باشه بده تو صراط باشی. شیطان هم کجا مستقره؟ لعقعدن علی صراط، سر صراط نشسته، روی صراط نشسته که شما تو صراط مستقیم نباشی. این مسیر مسیر سختی کشیدنه، این مسیر مسیر استقامت، این مسیر مسیر کوتاه نیامدنه. خداوند متعال از ما میخواد که تو این مسیر محکم باشیم. خداوند متعال میخواد ما به خدا اعتماد داشته باشیم، ما به خدا توکل کنیم. چرا انقدر تو قرآن وقتی اقوام گذشته رو خداوند متعال ذکر میکنه و میفرماد نگاه کن از این 4 عرب جاهلی ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان بزرگتر فرعون بود و فرعون ذل اوتاد. بیا برید اون شهرها رو نگاه کن، ارم ذات العماد. میفرماد لم یخلق مثل او فی البلد، اصلا شبیهش نبود، وجود نداشت. ستونهای سنگی بزرگی ساختن، میفرماد ما با اراده کردیم به یک شب اینا رو نابود کردیم. یادتون میره من خدا چقدیم؟ زمانی که سفیر ما در مکزیک قبلا در ایتالیا بود، آقای قدری ابیانه، به نمایندگی از رسانه‌های روزنامه‌نگارای جراید جمهوری اسلامی ایران یک مناظره گذاشت با یکی از جراید ایالات متحده آمریکا تو ایتالیا. وقتی صحبتاشو خواست شروع بکنه گفت به نام خدایی که قوی تر از همه بمب‌های اتمی است، به نام خدایی که قوی تر از ناوهای آمریکایی است، چون آمریکا به چی معروفه؟ به همین قدرت نظامیش. ادواردو آنیلی فرزند ثروتمندترین خانواده ایتالیایی که اون زمان درآمد یک سال اونها 3 درآمد نفتی کل ایران بود. یه خانواده 45 میلیارد دلار درآمدشون بود، درآمد نفتی ما 15 میلیارد دلار بود. مازراتی مال ایناست، باشگاه یوونتوس مال ایناست. این شیعه اثناعشری شد. حالا آدمهایی رو شما میشناسی که نه بابت یه مازراتی گرون قیمت میلیاردی، با یه پراید دینمونشون میره. او صاحب اون کارخونه بود و تک پسر و وارث اون خانواده. هرچی هم بهش گفتن دین تو پنهان کن،
دکترای ادیان هم داشته، یعنی سر در می آورده شیعه شد. آخر همیشونو کشتن، صهیونیست ها کشتن یک جوان یهودی خوشقد و بالار هم در مسیر زندگی خواهر ایشون قرار دادن، این ازدواج کرد، بعدن دختره رو کشتن. تمام ارث رسید به این فرد. اینطوری بالا کشیدن ثروتش. صهیونیست ها وقتی میگن پدر سوختن، ما باید درک عمیقی داشته باشیم از این. میتونی ببین آدم هست برای پیرهن یه بازیکن فوتبال حاضر دین ایمونشو بده، ها؟ حاضر دین ایمونشو در دفاع اشتباه از یه بازیکن فوتبال بده، توهین کنه، اتهام بزنه، چه دارم عرض میکنم، صاحب باشگاه یوونتوسه. اما رسیده به خدا، خدایی رو که بزرگ میبینه، خدایی رو که بزرگتر میبینه از همه این 45 میلیارد دلار ها. یه دو تا چهار تا کنیم. ما یه جایی اتفاق کوچیک بیفته از همون بخوان راستشو بگیم یا دروغشو بگیم، راستشو میگیم. یه چیزی میشه، آقا شما بله این افتاد از دست من، صدا کرد، ببخشید. اما آیا اگر این هزینش بالا برم راستشو میگیم؟ ما اعتقاد با ما معتقد به همین خدا محشور میشیم، وزن اعمال ما همین خداست. اون بچه 12-13 ساله ای که به خودش نارنجک میبنده میره زیر تانک، او خودش خیلی بزرگه، ولی این بچه 12-13 سالشه. بله اون آقایی که اختلاس میکنه میذاره فرار میکنه میره، او خودش خیلی کوچیکه. خدایی که توی 70-80 سال عمر خودش میگه همین دنیا اشغالمونو کنیم بعدش به درک. اما کسی که ابدیت ببینه، یک نکته اولم. نکته دوم این که میفرما تو این مسیر، مسیر هر کسی نیست. ذالک فضل الله یؤتی من یشاء، کسی که تو صراط مستقیم قرار بگیره، من خدا فضلم شامل حال او شده. فضل یعنی نعمت اضافی، بیشتر از حد به او دادم، خواستمش که تو مسیر من باشه، یک ابدیت رو براش لحاظ کردم. حالا این مسیر سختی هایی هم داره، تو این مسیر ممکنه توهین بشنوی، ولا یخافون لومت لائم. قرآن میفرماد نباید کوتاه بیایی، نباید از سرزنش هر سرزنش کنندهی حراس داشته باشی. یا جاهدون فی سبیل الله، میاد در راه خدا اینا جهاد میکنن. این نگاه وقتی من دائم و همیشه و جاودانه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خودم ببینم، از کی باید بترسم؟ وقتی بعد هر نمازم 34 بار دارم میگم الله اکبر، خدا بزرگترینه، دیگه رئیس اداره و سفیر و وزیر و اینا دیگه کیان؟ اما چرا اینطور نیست؟ به خاطر اینکه ما حرفشو میزنیم. دقت کنید، ما اینجا میدونیم اما باور نداریم. این باید به باور تبدیل بشه. شما بلند شید برید توی یک دانشکده پزشکی بگید آقا مرده، ازش کاری برمیاد؟ همه میگن نه خیر، مرده. و آقا چرا کاری ازش میخوای؟ خیلی واضحه، بالاخره دیگه مغزش کار نمیکنه، خون رسانی صورت نمیگیره، تمام سلول‌ها مردن. بله خب الحمدلله. بعد به همون آقایون پزشک، به همون دانشجوی پزشکی، به همون پرستار بگو شب حاضری با یه مرده توی اتاق بخوابی؟ اینجاست که دونه دونه در میره. چی شد؟ این میدونه مرده ازش کاری برنمیاد، اما کی باور داره مرده ازش کاری بر نمیاد؟ مرده شور. سوادش چقدر؟ خیلی کمتر. اصلا سوادش مهم نیست اینجا، سواد آکادمیک و دانشگاهیش. اما او باور داره به این مسئله. به شما بگم ما با همین باورهامون محشور میشیم. طرف فرض کنید اینجا بیدینی کرده، بعد یه لحظه مرگ میبینه نکیر و منکر اومدن، یا خب بندگون خدا تو دنیا یه چیزایی میگفتن راست بوده ظاهرن،
حالا عیبی نداره، ما هم همون درسا که اینا تو مدرسه خوندن ما هم خوندیم، 12 امام بلدیم دیگه. حالا بپرس تا بهت بگم خدا الله، خب برو بعدی. این خبرا نیست. شما با قلبتون موقع جواب میدی. اگر این دانسته باور شده بود به قلب شما نشسته بود، اون موقع محکم میتونی جواب بدی. دیدید وقتی یه بچه ای رو تا یه چیزی ازش میگیری تا میترسه داد میزنه میگه مامان، پدر مادرش رو صدا میزنه بچه کوچیک. چرا؟ چون بند دلش به بند دل پدر و مادرش بسته است. اگر یک جای ما رو تکونمون دادن، زندگیمون به هم ریخت، چی داد میزنیم؟ اون موقع که داری با ماشین با سرعت میری یا لاستیک جلوی ماشین میتره که ماشین به کل و ملق میفته، اون موقع چی داد میزنی؟ خدا رو داد میزنی؟ بعضیا فقط داد میزنن، هیچی. یکی هست داد میزنه، یکی میگه یا امام رضا، یکی میگه یا صاحب الزمان، یکی میگه یا امیرالمومنین، یکی میگه یا ابوالفضل. ها، اون نشون میده بند دلت به کی بنده، داشتت چیه. وزن داشته باشه، حرف نه، کاغذ نه عزیز من، سیاهه نه، اون چیزی که بر دل من و شما حک شده باشه. اصلا یکی از اهداف زیارت اومدن همینه، تو این تکرار مودت و محبت امام بر دل ما حک بشه. میان آقا امام رضا میفرماد هر کی به زیارت من سه جا میام سراغش. این به دلت بعد حک شه. آیا ما باور داریم در محضر امام رضا هستیم؟ همین الان که من دارم نزدیک ذریح میخوام برم برای زیارت، آقا امام رضا کنهو نشسته بالای ذریح و داره منو نگاه میکنه. اگر اینه، رفتارهای من موقع زیارت همین شکلی میشه؟ احسن. به اینا دقت بکنیم. ما اگر یک موقع هستش یه جا دیدی تا میگه این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، دیدی آدم ها کلن رفتارش یه چیز دیگه میشه. بابا ما یادمون علم یعلم به ان الله یرا. بابا اینا نمیدونن من دارم میبینمشون. مالکم لا ترجون لله وقارا. بابا چی شده شما آدما؟ یا برای من خدا وقاری هم قائل نیستید؟ نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. بابا ما خلقتون کردیم، من خالق تو هم، منو تصدیق نمی کنی تو؟ به کجا رسیدی؟ باید هر روز اگر کسی میخواد تو جبهه مقاومت بمونه، من بارها گفتم ما متاسفانه افرادی رو داریم که تو جهاد اصغر قوی هن، اما تو جهاد اکبر کارشون خراب میشه. بهش شمشیر بدی دستش برو بگو جنگ، میرم جنگم. بعد همین عالم آدم در معرض پست، مقام، ثروت، پول قرار میگیره خراب میکنه. فراموش نکنیم زبیر سیف الاسلام بوده لقبش. زبیر تنها کسیه که اون روزی که حمله میکنه به خونه حضرت زهرا شمشیر میکشه. زبیر کسی که حضرت زهرا خطاب به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی اگر وقت نمی کنی برای من تابوت بسازی، بگم پسر عمم زبیر بسازه. این زبیر تو جنگ ها هست. بله فاصلش با امیرالمومنین تو جهاد خیلی زیاده، تو جنگ ها، تو قتال، اما جزء پررنگ هاست. اما آیا میتونه بمونه؟ دقت بفرمایید، میخوام به شما بگم یه مشکلی که ما الان داریم بحث بر سر مقاومت اینه که بابا باورهای مردمی بعضا تغییر کرده تو قد و قواره خداوند متعال. برای برخی، برای یک عده، آمریکا زورش از خدا بیشتره. باور نداریم به این مسئله. خدا از ما چی میخواد؟ خداوند متعال از ما میخواد که تو این مسیر محکم وایسیم. خدا یه چیزی از ما میخواد. خدا چی میخواد از ما؟ یک کلام، منو به خدای قبول داشته باش. قبول داشته باش خدام. قبول داشته باش من خدام. قبول داشته باش کار ازم برمیاد. الان میگن آقا خداوند متعال فرموده اگر کسی به خاطر مسائل اقتصادی ازدواج نکنه سوء ظن به خدا داره، چون خدا تضمین کرده برسونه.
چند نفر ما حاضر اینجوری ازدواج کنیم؟ به چند نفر اینجوری زن میدن؟ هم باید ای قبول داشته باشه، هم خانواده دختر دیگه. درست شد؟ اما حالا کافیه همین آقا رو یه بانکی پیدا بشه بگه آقا شما در طرح نمیدونم چیه که بانک پیروز قبول شدید، از این بعد ما 5 میلیون تومان بهتون میدیم، سر میره زن میگیره. چرا؟ چون اون بانکر از خدا بیشتر قبول داره. حاجی وافی رو میشناسید دیگه ها؟ حاجی وافی فکر کنم الان 11امین بچه‌ش هم به دنیا اومد ماشاءالله. از یک همسرا. بعد ایشون میگه که یه روز یکی از همین هم لباسیای خودمون طلبه جلوی منو گرفت، میگه اون موقع ایشون میگه اون موقع من 8 تا بچه داشتم مثلا. میگه جلوی من سن سالی هم نداره، ایشون 30 خورده‌ای سالشه سنش. 90 هم داره الان. ماشاءالله. بهتر که چشم حسود. آره. خدمت شما عرض بکنم که میگه یکی از این هم لباسای خودمون جلوی ما رو گرفت، گفت شیخ. گفتم بله. گفت آقا تو رو خدا خرج اینا رو از کجا میاری میدی؟ ما دو تا داریم موندیم توش، تو چیکار میکنی؟ گفت خدا میرسونه دیگه، وعده کرده. روزی دست کیه؟ هر کدام از ما به عنوان یک واحد انسانی، واحد بشری، وقتی به دنیا آمدیم روزمون دست کیه؟ خداست. باور نداریم دیگه. میگو از کجا اینا میگفتم بابا خدا. من هر چی گفتم فایده نداره. بهش گفتم نگاه کن ما توی خونه هشت واحده میشینیم. هر کدام از این همسایه‌ها هزینه های یکی از بچهای منو تقبل کردن. گفتن آقا ما دمت گرم، خیلی جالب، خانواده شما ما تقبل میکنیم. میگه برگشت من گفت خب شیخ خجالت نمیکشی تو؟ با لباس پیغمبر داری میری گدایی میکنی؟ میگه برگشتم بهش گفتم بابا الکی گفتم، من دارم به تو میگم خدا میده باور نمیکنیم، یا همسایه‌ها میدن باور میکنی؟ تو چی از دین فهمیدی؟ آره آقا جان خدامون کوچیک، برای همین نمیتونیم مقاومت بکنیم. برای همین اون کسایی که قالوا ربنا الله، گفتن خدای ما رب ما اللهه، و وایستادن و محکم جنگیدن، اینا حسابشون جداست. برای همین کسی که در غیبت امام معصوم محکم میریسته پایشون بدون اینکه اعجازی دیده باشه، مانند اعجازی که قوم موسی دیدن. این عجیبه. میگه خرمشهر شهر مقاومت. معنی این حرفو میفهمیم یعنی چی؟ حضرت موسی به قومش فرمود یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولو ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. آقا وارد این سرزمین مقدس بشید. به قومش گفت. چه قومی؟ 9 تا معجزه دیده بودن حداقل، که با اون سنگی که ازش 12 چشمه جاری میشد و با من و سلوا و چه و چه اینا، عدد بزرگتر از این حرف هاست. جلو چششون دریا شکافته شده بود، از آسمون وزق باریده بود، آب رود نیل خون شده بود، ستون آتشین شکل گرفته بود، عصا اژدها شده بود. والا این معجزاتو برای این پایه میکروفون انجام بدید تکونی میخوره. حالا خداوند میفرماد برید وارد این سرزمین بشید. یا قوم ادخلوا، وارد بشید، این سرزمین مقدس وعده داده شده است، وارد این سرزمین بشید. گفتن فذهب انت و ربک، ما اینجا تکون نمیخوریم، ان فیها قوم جبارین، تو اونجا یه قوم ستمکاری هستن، ما زورشون زیاده، امالقه بودن، قدشون 1.80 1.90 2 متره، ما زورمون نمیشه میترسیم، ما اینجا نشسته خودت برو با خدا او عصار یا موسی برای کی نگردشتی؟ او برنز اجدها بشه همین رو بخوره دیگه. گاهی که اثار رو میخوام بنازم که تو چی کاره اینجا این وسط ها؟ گفتم ما نمیریم. حالا 3300 سال میگذره، معصوم نه، ولی معصوم نه، ولی فقیه امام خمینی میفرماد که ای مردم برید این سرزمین مقدس هم نیست، تیکه خاک مثل همه خاک های روی زمین، اسمش خرمشهر، باید آزاد شه. چی میگن؟ یکی برمیگرده بگه تمام دنیا پشت این بعثی هاست، یکی از برگرده بگه اونا چه توانمندی های نظامی دارن، یکی برمیگرده از نونی شکلایی که اونا زده بودن بگه. میرن و وقتی این اتفاق میفته یک پیام میاد، خرمشهر کی آزاد کرد؟ خدا. میدونید چیه؟ خدای ایرانی ها از خدای بنی اسرائیل خیلی بزرگتره.
با وجود ندیدن معجزات. امروز ایمان به خداست اگر تضعیف شده که میبینی یه عده‌ای یه جور دیگه حرف میزنن. زمانی که آمریکایی‌ها وارد خلیج فارس شدن، ناوهاشون وارد خلیج فارس شدن، این آقایانی که خاطراتشون نوشتن میگن ما چند مرتبه رفتیم خدمت امام که آقا آمریکایی‌ها ناوهاشون دارن میرن. امام میدونی چی گفت؟ امام گفت من بودم میزدم. بابا آمریکاسا باشه. میریم با چرا او میگه آمریکاسا؟ چون تو معادلاتش خدای وجود بگید نداره، هیچ خدایی نیست. او چی میبینه؟ او بمب اتم آمریکا رو میبینه. اگر به همین آدم 10 تا بمب اتم میدادی میزد ها، به پشتوانه چی دیگه؟ بمب اتم. زمانی که مؤمنین در بدر با 313 نفر که سپاه اسلام وقتی تاریخ تشریح میکنه خدا شاهده خندت میگیره، هیچی نداشتن، دو نفرشون فقط سواره بودن، بقیه کلن پیاده، شمشیر هم بعدشون نداشتن، با چوب اومده بودن. خدا فرمود برید جلو، من با هاتونم. ببینید قرار ما کاری که از دستمون برمیاد و تا جایی که میتونیم انجام بدیم، بقیهش با کیه؟ با خداست. یک موقعی هست تمام کارمون رو باید انجام بدیم. یه ما مثالی، من مثالی میزنم، میگم که نگاه کن مثلا تو فاصله 50 متری اینجا یه کلید برقی گذاشتن. خداوند به ما میفرماد که پاشی برید اون برق رو روشن کنید. ما بلند میشیم میریم 10 متر مونده یهو یه چاهی باز میشه و ما میافتیم و دست و پامون میشکنه و میگم خدای ما 40 متر بیشتر نتونستیم بیایم. 10 متر رو خدا میبره میزنه روشن میکنه، میگه تو تمام کارتو کردی. یک موقع از تمام کاری که ما میکنیم میگه یک سانت جلوتر نتونستیم بریم اصلا. خدا میفرماد اون بقیهش با من، اما تو تمام کارتو بکن. بذارید مثال عینی بزنم از معجزاتی که مملکت خودمون بوده، خوبه ملموس باشه دیگه. رفتیم 3300 سال 1400 سال پیش از چیزایی بگیم که همین الان درگیریم. ما انقلاب کردیم توی مملکتی که قبلش موساد اینجا لونش بوده، CIA لونش بوده، MI6 لونش بوده، توده یا کار میکنه، سرویس جاسوسی اینجا برو بیایی داشتن. انقلاب کردیم، فرمانده کل قوا و رئیس جمهورمون جاسوسه، فرمانده نیروی دریاییمون جاسوسه، فرمانده نیروی هواییمون جاسوسه، معاون شورای عالی امنیت ملیمون کشمیری جاسوسه، اون کلاهی جاسوسه. یعنی شما ترورها رو بررسی میکنیم میبینی اینا قد 3-4 تا دولت و حکومت آدم کشتن از ما. 72 نفر جمع کردن یک جا کشتن فقط. خیلی عجیبه دیگه. ما تمام کاری که از دستمون برمیومد این بود که این جماعت انقلابی بیان کمیته تشکیل بدن. کمیته هم همین مردم بود، اسمش کمیته مردمی بود. تشکیل بدن یه ایست بازرسی بذارن. آقا ماشینه رو 20 بار میگشتن. دیگه کار دیگه ازشون بر نمیاد. فهمیدین این رهباییمون جاسوس بود، آمریکایی، اصلا ما خبر نداشتیم. اومده بودن تو کویر پایگاه زده بودن. این تو مملکت ما هوا رو ول کرد، چون نمیتونستیم هم زمین رو چسبیده بودیم. یک شب بنای اینا این بود. بیان حمله کنن، گروگاناشون آزاد کنن، اون 50 تا گروگانی که داشتن. این بخششو گفتن، بخش دومش نمیگن، اشتباه میکنن، نمیگن از نفهمیشونه. اما بعد گفت. بخش دومش هم این بود. یه گروه هم قرار بود حمله کنه به جماران، امام خمینی رو زنده ببرن. بعد یهویی ببینی شبکه‌های تلویزیونی زبونم لال، بلا تشبیه بلا تشبیه مجبورم مثال بزنم. صدامو دیدی چجوری کشیدن بیرون؟ اونطوری مثلا تصویر از امام خمینی نشون بدن. بگن اینم انقلابت. برنامه این بود. همه چی هم هماهنگ شده بود. ورزشگاه امجدیه که میشه شیرودی الان، سر تقاطع یه خورده توی خیابون مفتح، مفتح طالقانی سفارت آمریکا بود دیگه، یه خورده توی مفتح بالاتره. اونجا هماهنگ شد هلیکوپترها بشینن حمله کنن برن گروگانشو بردن ببرن، بعد حمله کنن برن امام انور دارن ببرن، که بگن این عوض اون کارتون. ما تمام کاری که ازم برمیومد چی بود؟ همون پایدن ایست بازرسی که اصلا اینجا هیچ ربطی نداره، یعنی اصلا هیچ کاری به اون حمله نظامی و کماندویی نداره. چه اتفاقی افتاد؟ ما خواب بودیم، شنهای خدا فعال شد. یه سوال، چرا خدا اینا رو با رعد و برق نزد مثلا؟ بارون میومد رعد و برق میشد. خدا پیام داشت از نظر من. چون شن تو ادبیات دینی ما برای اون کسایی که قرآن خونده بودن قبلا کار انجام داده بود. تو جنگ بدر همین شد دیگه، اونا تعدادشون بیشتر بود. وقتی مسلمونا رو دادن دیدن اصلا خندهشون گرفت، گفتن یه سره میکنیم کار اینا رو، اینا چی هن؟
آقا رسول الله یه مش شن برداشت پاشید سمتشون. حالا یه مش خاک ورده بپاش ببینم تا کجا باد میبره. هیچ. 2 متر 3 متر 4 متر. آقا اعجاز الهی صورت گرفت، این شنها رفت تو چشمای اینا. اینا قدرت دیدو از دست دادن. مسلمانام افتادن به جون اینا. امیرالمومنین اون روز 70 نفر از مشرکین رو کشتن، از سپاه مشرکین 35 تاشون امیرالمومنین زد فقط یه نفره. بعد جنگ که تموم میشه آیه قرآن نازل میشه، و ما رمیت از رمیت، نپاشیدی وقتی پاشیدی این سنگ ها را، این شنها را، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا بود که این شنها را پاشید. همون شنها کجا فعال میشه؟ تو تبس. برای کی فعال میشه؟ برای کسی که تمام کارشو کرده، اون بقیهش با خداست. ولی این تمام کار رو انجام دادن، گفتن از فاصله 50 متری یه استان جلو رفتن باشه. نمونه دیگرش هم من بگم به سوالا جواب بدم، خوب عنایت داشته باشید. 8 سال این بعثی‌ها به ما حمله کردن، جنگیدن. ما با مردم عزیز عراق جنگی نداریم. همین الان هم این کلی از عراقی‌ها میان زیارت. 67% این کشور شیعه اثنی‌عشری‌ان. جمهوری اسلامی تا الان خیلی کمک کرده، از دستش بر اومده و وظیفه شرعی و دینی و اخلاقی و حتی سیاسی ماست. بگذاریم. 7 سال یک ملعونی به اسم صدام اونجا 8 سال با ما جنگید. تمام دنیا هم با اونا بودن، تمام دنیا. اصلا من به شما بگم چون این جنگی در تاریخ بشریت نظیر نداشته. نه جنگ جهانی اول اینطور بوده، نه جنگ جهانی دوم، نه حتی جنگ در سوریه. چون سوریه ما و روسا و تا یه حدودی چینی‌ها و عراقی‌ها پشتش بودیم. ما هیچ کس رو نداشتیم جز خدا. هیچ کس. یعنی ژاپنی‌هایی که حتی مثلا ما اینا رو می‌گفتیم به جنگ ربطی ندارن، به صدام اطلاعات نظامی می‌دادن. ژاپنی‌ها زمانی که مسئولین خرید ما رفته بودن از ژاپن لباس غواصی بخرن برای عملیات والفجر 8، برای اینکه بریم فاوو بگیریم، گفتن ما یه لباس غواصی می‌خوایم، به چینی‌ها گفته بودن، به ژاپنی‌ها لباس غواصی می‌خوایم که نی سوراخش نکنه. سریع اینا اطلاعات داده بودن به صدام که اینا میخوان توی یه منطقه، اولا که ما لباس غواصی ندادن، سریع به صدام خبر دادن که اینا توی یه منطقه میخوان عملیات کنن که نیزاره. حواس صدام، این نکته انحرافی و زیرکی مسئولین خرید ما بودا، صدام حواسش رفت به هورالهویزه و هورالعظیم، از اروند غافل شد. یعنی فریبت. یعنی ببین حتی ژاپنی ها هم همکاری میکردن با اینا. ما با برخی از موشک ها تانک نمی زدیم، موشک ها تانک گرونتر بود. اونها دیدن، پدران شما دیدن، آدم ها که رنج جنگدن الان بین ما، با برخی از این موشک ها آدم می زدن. طرف می مد رو خاکیز و نقطه رو با موشک می زدن. ببین چقدر داشتن. چی شد نتیجهش؟ بعد 8 سال جنگ ما تمام کاری که از همون برمی مد انجام دادیم، فقط با یه امید، خدا. خدا، همین. به هیچ کس و هیچ چیزی رو این زمین امید نداشتیم، خدا. فرض کنید ما جنگو میبردیم، فرضن که نمیتونستیم، وارد عراق میشدیم، کل عراقو میگرفتیم، از فرداش چی میشد؟ همون بلا که سر آمریکایی ها بردن سر ما هم میابردن. آمریکایی ها چجوری عراقی انداختن بیرون؟ انقدر از افسر آمریکایی کشتن ما را میلختن. آمریکا بعد حاکم نظامی گذاشت، پول برمر، اونم انداختن بیرون. هیچ کشوری در کشور دیگری نمیتواند بماند، باید بره بیرون. ما هم نمیموندیم. یه سوال دارم، از این بهتر میخواستید که چشماتون رو ببندید مثل اصحاب کف، چشاتون رو باز کنید یا ببینید بین نجف و کربلا دارید قدم میزنید، خود عراقی ها دارن به شما میگن بفرمایید حلابیکم، خوش اومدید، یا زوار بوسجاد. این نتیجه مقاومت. باور داشته باشیم به خدا. ما یه نکته اینجا رو عرض بکنم، ما میدونیم مشکلمون چیه. برای خدا تعیین میکنیم اینجوری که من میگم شما باید کمک کنی. خدایا نه، اونجوری تو میخوای که نیستش که، من میگم. قرآن میفرمان و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا کمکش، رزقش، امدادش از جای میرسی که تو نمیتونی حساب بکنی، دست تو نیست. تو فکر کردی میگی من این پول اینجا گذاشتم وام میگیرم اون کار، دقیقا اون وام عقب میفته.
میخواد به تو بفهمونه که بابا با دو تا چهار تاهات نمیتونی زندگی تو پیش ببری فقط. من خدا رو هم تو این دو تا چهار تاهات لحاظ کن. متاسفانه که خدا رو هم لحاظ کن، این فرق داره با کسی که تمام اول و آخر تفکرش خداست. مقاومت ریشه در یک مفهوم داره، خدایی که بزرگترین است از همه چیز و همه کس. یه صلوات نهت بفرم. خب استاد رایفی پور خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، ناز نفستون و دم به نفستون همیشه گرم و گرم و گرم. انشالله هفته پیشم از آقای دکتر وحید یامین پور این سوال رو پرسیدیم، چون ظاهری پرسیده بودن و الان هم پرسیدن که در این اوضاع، البته دو تا سوال رو با هم دارم ادغام میکنم، در اوضاع بی سر و سامان الان کشور و بی مسئولیتی برخی از مسئولین، چرا اشخاصی مثل شما آقای سید یاسر جبرائیلی، آقای دکتر وحید یامین پور، که البته هفته قبل آقای دکتر یک سوال دیگه، یک پاسخ دیگه رو فرمودن، حالا امیدوارم که شما برنامه رو ندیده باشید و همون پاسخ رو تکرار نکنید، بفرمایید که چرا با هم یک گروه نمیشید، با هم کار نمیکنید، حتی ورود به مجلس، حتی ورود به کاندیداتوری برای تصدی مسئولیت ها، حتی ریاست جمهوری که دیگه ما الان در کانال اینستاگرام بعضی از بزرگواران یا حتی از تالین نبینیم که انگوری کیلوی 47000 تومان 1015 تومان من قرض بدید تا مثلا یک بزن رو یارانه و مثلا بشه یک کیلو انگور فلان قد مثلا خرید. بفرمایید پاسخ رو. خدمت شما عرض بشم که من یه خود ریشه‌ای تر اینو نگاه بکنم. یکی از مشکلات اساسی جامعه انقلابی همینه، این ایراد به جامعه انقلابی وارده. شما کتاب انسان 250 ساله رهبر انقلاب رو وقتی نگاه بکنید می‌بینید ایشون خیلی تأکید داره رو شبکه سازی، رو تشکیلات. میخواد امام صادق رو ایشون معرفی کنه و آقا امام صادق فقیه فلان و شبکه ساز. اصلا ما هیچ وقت امام صادق رو به عنوان کسی که تشکیلات ساخته ندیدیم. از اول انقلاب انقدر درگیری بود، انقدر درگیر شدیم که یادمون رفت یه بازیابی کنیم نقطه حضور خودمون رو. بگه خب من دارم فقط شمشیر میزنم میجنگم، بگه وایس منم کجام؟ نکنه دارم خودی رو میزنم، نکنه مثلا تو تشخیص اولویت ها دوچار اشتباه شدم. این ایراد بهمون وارده. البته الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده. خب یک جا حاجی پناهیان یک حرف قشنگیشون زده بود به گوش ما رسید، یعنی کلیپی بر ما گذاشتن، اینکه ایشون میفرمودن که این مجموعه های انقلابی و این بچه های انقلابی که با هم کار نمیکنن اینا فرعون های کوچیکن. آره فرعونم، من بلدم کسی که بلد نیست. بعد من که اینو شنیدم، یه جا مصاحبه داشتم، افسران ما رو دعوت کرده بودن اونجا، عرض کردم این صحبت آجای پناهی نشیندم خیلی خوبه. حالا من یه چیزی میگم خطاب به خودم و آجاقا و بقیه دوستانم، ما هم فرعونای بزرگیم. آره مگه ماها با هم اومدیم نشستیم برنامه ریزی کردیم که انتظار داریم بچه انقلاب یاد بگیره؟ همه سرشون تو سررسیداشون و تو برنامه هاشون و سرگرم کار خودشون، موازی کاری، بعضن حتی تضاد. در حالی که من یک بار از مجموعه حاج حسین آقای یکتا یه عزیزی رو فرستاده بودن، اومده بود دفتر ما، می‌خواست توی بحث مهدویت یک اجماعی به وجود بره. گفتم شما فقط یه کار کن. گفت چیه؟ گفتم ماهی یه بار اساتید رو جمع بکن یه شام بهشون بده، همه چی درست میشه. گفت یعنی چی؟ گفتم بابا این اصلا همدیگر نمی‌بینن، شاید به بهانه همون یک با دعوتی شما با هم بشنن شاید یه همکلامی شکل بگیره. ما خدمت استاد اخلاقمون رسیده بودیم، خیلی حجمه ها رو از جامعه انقلابی رو خود من خیلی زیاد شده بود. متاسفانه ما رو هم انقلابی نماها میزنن هم سکولارا. خب حالا خوشبختانه الحمدلله. بعد یه روز گفتم خسته شدم اینا انقدر دیگه داره اذیت میکنه، از صهیونیست‌ها هم فوش بخوره انقدر ناراحت نمیشه، بابا مگه من دارم چیکار میکنم؟ حرف این انقلابو میزنم، کار نکرده تو رو دارم انجام میدم، نه حقوقی از جای میگیرم نه بودجه میگیرم، وظیفه تو بوده این کارو بکنی نکردی، من دارم جور تو رو میکشم، حتی فوشم هم میدی. بعدشون خندید گفت توجه نکن. یه دستش اینجا آورد بالایشون اینجوری که تکون دادن، گفت دیدی بعضی از راننده ها وقتی میان تو جاده روبروی شما دستشون میارن بالا اینجوری دستشون تکون میدن؟ گفتم آره. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی جلوتر بری پلیس وایساده. گفت تو رو میشناسه؟ گفتم نه. گفت چرا این کارو میکنه؟ من فهمیدم منظورشون چی.
گفت ببین قاچاقچی ها، عرق خورا، چاقوکش ها، دزدا، خلافکارا همه هوای همو دارن. بچشی های امیرالمومنین صبح تا شب دارم زیرا به همو میزنن. ایشون هم فرمود این طبیعی نیست. ایشون دلیل این کار رو این دونست و اینشو بر ما معرفی کرد. فرمود که دلیلش اینه که شیطان فقط با کسانی کار داره که تو صراط مستقیمه. یعنی شما تو صراط امیرالمومنین نباش، اون بیرون باش، روزی 1000 رکعت نماز بخون، انقدر نماز بخون تو جون درات بکنم. اون نماز اصلا به درد شیطان میخوره. میتونه نماز رو بخون، با نمازی که در صراط مستقیم باشه کار داره. بین اونها وحدت به وجود میاره شیطان، دلهای اونها رو به هم نزدیک میکنه شیطان. بله شیطان میتونه دلها رو به هم نزدیک کنه، بین یه دختری و پسر رابطه حرام که به وجود میاد محبت بینشون میندازه. همین بعد 5 سال با هم ازدواج میکنن طلاق میگیرن. تازه تا رابطهشون حلال میشه اختلاف می. یا آقا خانم اومده بودن دفتر ما مشاوره، 11 سال با هم دوست بودن. بعد 6 ماه بود عقد بودن، میخواستن طلاق بگیرن. بعد من میگفتم به خاطر چی شما تو 11 سال هم همدیگه نشناختید؟ میگم ما تو 11 سال یه بار دعوامون نشد، تا عقد کردیم. من گفتم خب کار شیطان، 11 سال یه عمری برای خودش ماشاءالله. خب ببینید این واقعیت هست، ولی لزومش هم احساس میشه. نکته دوم که فرمودن حالا یه بحثای در مورد سیاست و حضورتون، همین نکته اول استاد رایفور، من حقیقتا پاسخ نگرفتم. آیا خبرهای خوبی در راه هست در رابطه با این بله، یکی بله، شدن؟ بله، این اتفاق اوتومان تو آیه چیزیش من نمیخوام، و خدای نکرده به همین امام رضا قسم، اگر معذوریت هایی نمی بود، یه خودم یه دل پردرد دارم از این اتفاق و از این عدم همراهی دونه دونه. فقط اینو به شما بگم، عزیزی نماند که بنده خدمتش نرسم، خدا گواه. حتی برخی از عزیزان من میگفتن میخوام خدمت شما برسم برای هماهنگی بیشتر با هم دیگه، به من میگفتن نامه بزن میخوای منو ببینی. من نامه زدم سلام علیکم، میخوام شما رو ببینم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یعنی بنده کاری که باید انجام بده، اسم نمیبرم، بازش هم نمیکنم، این در داوره. خب این هست. من الان یه اتفاقی افتاده، مثلا ما آقای جبرئیلی یک جای با هم جوین شدیم، داریم یه کارهایی رو شروع کردیم، داریم انجام میدیم. من یه روزی برای من یکی از دوستان یه پیامی فرستاد، گفت آقای جبرئیلی ما با هم دیگه سفری اخیراً چین بودیم، سفر پربار و پربرکتی بود، رفتیم با این چینی‌ها راجع به همین بحث خرید انرژی از ما کلی مذاکره انجام دادیم، یه مذاکره انقلابی. حالا اگه خودشون صلاح دونست بخشاشو بعداً بگه، من کاری ندارم. خدمت شما هست، ایشون بحث اقتصادی رو مطرح میکرد، بنده وسایل سیاسی، که دیگه دوستانمون هم بودن، حالا کاری ندارم. سوار هواپیما که بودیم متوجه شدیم این کاپیتان هواپیما، کاپیتان صداقت نیاز، آقای صداقت نیاز همونی که هواپیما رو برد تو یمن بنشونه، که هر چین جنگنده های عربستانی تهدید کردن کوتاه نیامد، آخر باند فرودگاه رو بمباران کرده، اون می‌خواست تو انتهای باند بشینه، 3 جای باند رو زدن که نتونه بشینه. داشتم ایشون یه عکس گرفت از اون که بنده و یکی دیگه از دوستان آقای جبرئیلی با کاپیتان صداقت نیا، یکی از دوستا گفت برو بخش نظراتو بخون ببین چقدر مردم گفتن چه عجب ما دو نفر از شما رو تو یه قاب دیدیم. این واقعا نقد وارده. خب من تا حالا من نگفتم که مثلا بنده مثلا بخوام از این ماجرا بگم من خوبه این ماجرا باشم، اما حقیقتا سوگند خوردم امام رضا که کاری که از دست بنده برمی اومد یعنی حجت رو تمام کردم. تک تک هم بنده خدمت خیلی از این بزرگان و عزیزان رسیدم، دفترشون رفتم، عرضه کردم، گفتم آقا، عرض کردم گفتم آقا من شاگرد شما، شما فرمانده، بگو من چی کار کنم. اما اوضاع حال کشور خوب نیست. بخش دومم این که فرمودید آقا اینا مجلس و ریاست جمهوری اینجور چیزا، تو رو خدا بذارید ما همین 4 تا سخنرانی هم میکنیم برگزار بشه. اینا هنوز باور کنید یک جایی ما، چون ما 5 دور کل ایران رفتیم چرخیدیم، اسمای احمدی نژاد در رفت برای سفرهای استانی، ما یه 2 دورم بیشتر رفتیم. خب بعد یکی برگشته گفته بود این فلان این میره این برون ور سخنرانی به خاطر چیزه، به خاطر مجلسه. بعد گفتم خب آقا انصاف داشته باشه، آقا مجلس باشه، خب یه شهرای میرم، همون شهر که خواهم رفت کل ایرانه که نمیرم. خب منتها اینه که مشکل تو کشور ما فقط این نیستش که یه وقت خدای نکرده ما تصور کنیم ما مسئول خوب نداریم.
این خیلی تصور بدیه که بین خیلی از بچه‌ها غالب شده. ما خیلی از مسئولین، من آگاه دارم خدمت شما میگم، خیلی از مسئولینمون آدمای پاک دست صبح و شب دارن کار میکنن و تا زمانی که این بندگون خدا از پا نیفتادن شما اسم اینا رو هم نمیدونید. من یه سوالی از این جمع میپرسم، راست حسینی شرم امرزاست دیگه ها، کدام شما قبل از شهادت شهید تهرانی مقدم اسمشو شنیده بودید؟ دستتون رو برید بالا. همین آقا، یک نفر اونجا دستشو برد بالا. تماشید اسم پدر موشکی، سنت موشکی، اون چیزی که امروز باعث میشه ما حمله کنن حمله نکنن رو شما حتی نشنیده بودید. فلزا میتونی بیایی بگی کسی نیست کار نمیکنه؟ اسم مصطفی احمدی روشن که تحریمای هسته‌ای رو دور میزد و کی شنیده بود؟ تا این جوان خورد زمین افتاد صداش در اومد این فلانی بود. اسم آقای حاتمی ما که از تو همین ایام منا هستیم دیگه، شهدای اون سقوط جره ثقیل که خیلی مشکوک هم بودیشون به شهادت رسید، گوشیشو برداشتن این سعودی ها، احتمالا ردیشون از دانشمندان هوافضای ما بود، هیچ کس نمیدونست. اینا صبح و شب داشتن زحمت میکشیدن. بله یه مش مسئول مفخور داریم میدونم، خودم هدایتشون کنه اگه نمیشه ریشه کنشون کنه انشاءالله به حق آقا علی ابن مسرزا. منتها بذارید من این نکته رو تموم کنم، فوشام که رسید نفرینام رسید چیز نکن دیگه، بذارید لاغت شاید نفرینا بگیره. ببین همین با همین نفرینا اگه 10 تا از اینا ببینن از دلی تشریف میبرید بعد این باد من باید پاسخگو باشم. خب خیلی چیزش نمیکنم، اما واقعا اینکه مشکل عزیزان از افراد نیست، دقت کنید سیستم های مشکل دارد که افراد را اینطور میکند. شما فکر میکنید یه راننده مترو چقدر نقش داره تو عمل کرده اون مترو؟ هیچ، یه دکمه میزه، دکمه میزه هر ریسکو بایی میزه. اما یه راننده ده تن خیلی نقش داره، صبح باید بلند شه، باد لاستیکا رو چک بکنه، نمیدونم زیر کارتر روغن ببره، نمیدونم آتیش روشن کنه تو زمستون. دیدید ما بیشتر ساختارمون شبیه اون ده تن است. کسی که مسئول میشه خودش خیلی مهم میشه، برای همین با تغییر مسئولین سیاست ها بعضن به هم میریزه. ما باید کاری بکنیم ساختار ما انقدر مثل ساعت کار کنه که هر کی اومد پشت رول فرق نکنه، تهش این باشه که آقا میخواست مثلا 3:50 دقیقه برسه، 3:52 دقیقه برسه، عیبی نداره، 2 دقیقه به جای بر نمیخوره. اما این نباشه بگیم آقا کجاست این کامیون، بگن آقا یه هفته سوراخه. این دردآوره. ما باید بیایم چیکار کنیم؟ 3-4 تا قوانین مادر هست در کشور باید تصویب بشه تا بشه با فساد مقابله کرد، و الا اگر 80 میلیون جمعیت و بالا سر هر کدومشون یه دونه پلیس بذاری از این بیشتر با تفنگ سر اینا هدف بگیره 20 تومن میده پلیس بالا سرشو میخره. اینطور نیست، ساختار باید درست بشه که توش فساد به وجود نیاد. الان کشورهای اروپایی که بعضن در کشور غربی که در مقابل با فساد موفقن، مردمشون از ترس از خداست رشوه نمیدن، رشوه نمیگیرن؟ نه، ساختار جوریه که کسی نمیتونه رشوه بده رشوه بگیره. ما باید اون ساختار رو درست کنیم. 3-4 تا قانونه، قانون ویسل بلوئره که تو خیلی کشور دنیا به تصویب رسیده، با فقه ما هم سازگار، اینا با شریعت ما سازگار، ما خدمت مراجع رسیدیم، خدمت علما و فقها بردیم اینا. قانون شفافیت، ما نمیدونیم نمایندگان محترم که بهشون رأی میدیم اصلا تو سر صندلیش حاضر هست یا نیست، خوابه یا بیداره. هر از شنگایی باید یه عکسی از صحن علنی مجلس بیاد دوره یه نگاه که فلانی نبودا، فلانی خواب بودا. اینا باید تصویب بشه. این که این اتفاق میفته که شما مردم رأی دادن یاد بگیرید، عشیره ای رأی ندید. آقا ترک بهش رأی بدیم، آقا فارس بهش رأی بدیم، این حرفا چیه؟ اون دو اینا پوستتو میکنن. به صلاحیت افراد رأی بدیم. هر کی شام بیشتر نهار بیشتر داد که رأی ندیم. اونی که شناسنامه خرید رأی نیاره. اینا دردآور. اون دنیا پوست اون کسی هم که داره به این سیستم دامن میزنه کنده است. به این دقت بکنیم. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. اگر تمنای من اینه که استاد رایفوری مقداری سوالات رو دیت شده پاسخ بدید، چون سوال خیلی داریم. یه تقریبا دو سالی که محضر جناب استاد قرائتی بودیم، دوران مقدس سربازی رو در ستاد اقامه نماز ما گذروندیم. همیشه آقا میگفتن جمع شید فکر کنید، پخش شید کار کنید. این جمع شدن فکر کردن، پخش شدن کار کردن چرا در مسئولین ما نیست و چرا معمولا از کلمات مضارع استفاده میکنند؟ در بحث کرامت، عزت و مقاومت چرا زیر سوال بردن این ایرانی که
با مرز دلیران بودنش همه آشنا هستن، با مهد شیران بودنش همه آشنا هستن. این راهکار بفرمایید، راهکار بفرمایید که باید چه اتفاقی بیفته در اینم. من معتقدم کسی که میخواد پشت رول انقلاب اسلامی بشینه، پشت رول جمهوری اسلامی بشینه، باید با فن رانندگی با این سیستم آشنا باشه. نرم افزاری که امام خمینی نوشت تحت عنوان انقلاب اسلامی رو بسیاری از مسئولین ما با این نرم افزار آشنا نیستن. میشینن پای کامپیوتر، این کامپیوتر هنگ میکنه، هم خودشون ناراحتن هم مردم ناراحت. خیلی از همینایی هم که میشینن کنار، به قول گفت میشینه کنار میگه لنگش کن، خب همینا رو اگه مسئولیت بهشون بدی اونا بدتر میشن. چرا؟ به خاطر اینکه با این نرم افزار آشنا نیستن، خوب انقلاب اسلامی رو نمیشناسن. مسئولی که نگاهش، اوایل عرایضم گفتم، یا آدم عادی نگاهش به خدای خدای نعوذ بالله کوچک باشه، خطرناکه. اگر این آدم مسئول یک جای مهم باشه، این خطر 100,000 برابر میشه. با یه تشری خالی میکنه. شاید خیلی از جوانترهای حاضر در جلسه ندونن، زمانی که آمریکا 2001 حمله کرد به افغانستان و بعد 2003 به عراق، چون 15-16 سالی از اون روزها گذشته دیگه، 130 نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتن به رهبر انقلاب، معروف شد به نامه جام زهر. گفتن سریعتر جلوی آمریکا کوتاه بیا که این عراق افغانستان گرفته میخواد ما رو بزنه. تحلیل و فهم سیاسی بیش از نیمی از مجلس بود، نزدیک نیمی از مجلس. درسته؟ یک سوال، الان آمریکا تو عراق یا ما؟ بعد 15 سال الان داد آمریکا در اومده بابت همین مطلب که ایران باید از منطقه بره بیرون. چی شد؟ به خاطر اینکه اینها از نظر بنده فهم صحیح از نرم افزار انقلاب نداشتن. نگاهشون به انقلاب نگاهی نبود که امام آقا دارن. تو 4 سال اول دارن فهم از این نرم افزار هست، ولی معمول ادوار ریاست جمهوری تو 4 سال دوم یه فهم از بین میره. این درد ما اینه، یعنی 4 سال اول همه راضی هم. به نفس برد گل و بل بل. اول عرض کردم، گفتم جهاد اکبر، گفتم متاسفانه ما داشتیم که تو جهاد اصغر تو جهاد بره این ور رو بساز اون ور رو درست کنه، این ور بجنگ اون ور جنگ شمشیر بزنه، موفق بوده. اما وقتی یهوی محل توجه 24 میلیون آدم قرار میگیره، محل توجه 20 میلیون آدم قرار میگیره، وهم ورش میداره، دچار توهم میشه، فکر میکنه چیه کاری کرده. همه رو دولت‌های مختلفو دارم میگم، فرد خاصی نیست، اشتباه نکنید. این دچار این که ما نفسمون مشکل داره. برای همین کسی میتونه با نرم افزار انقلاب اسلامی کار کنه که یه چیز رو خوب فهمیده باشه، بفهمه امام خمینی چرا امام خمینی شد. من امسال ماه مبارک رمضان موضوع سخنرانیم طبق سال گذشته شرح جنود عقل و جهل امام خمینی بود. تو جنود عقل و جهل امام داره یاد میده تو شرح جنود عقل و جهل چجوری نفستو مدیریت کنه. وقتی اون کتابو میخونی میفهمی چرا او تونسته اینجوری جلو کل دنیا وایسته. برخی از این آقایان نفسشون مشکل داره. فقط کافیه برادر من، الان یه آدم عادی هستی درک نمیکنی، کافیه سه بار برات در ماشین باز بکنن، دفعه چهارم باز نکنن ناراحت میشی. کافیه سه بار جلو، خدا شاهده، جلو پات کفش جفت کنن، وهم ورد میداره. کافیه 10 جا این ور اون ور ببرنت راننده داشته باشی، به خدا قسم. کافیه 4 بار تو ترافیک گیر نکنی از خط ویژه ببرنت، عادت میکنی روزه که تو ترافیکی به سخت میگذره. این مقابله با نفس میخواد. این آدم نیاز به گوش زد داره دائم که خراب نکنه. جمهوری اسلامی حکومت آمریکا و فرانسه و بولکینافاسو و آرژانتین اینجا اونجا نیست. اینجا صرف یه کشور نیستش که مردمش صبح بلندشن غذا بخورن شب بخوابن دوباره فردا از روز از نو روزی از نو. اینجا کشور مبتنی بر حکومت خداست، حکومت دینه. مگه میشه شما دیندار درست نباشی بتونی حکومت دینی دوام بیاری؟ مشکل اینه که ما متاسفانه آدمهایی رو که خوب بررسی نمیشن، ساخته نمیشن، پرداخته نمیشن، نفسشون قوام پیدا نمیکنه، کارهای مهم بهشون میسپاریم. چاره ای هم جز این نداریم. چرا؟ چون خود مردم هم دارن این آدم ها رو انتخاب میکنن.
بفهمید استاد که چطور مسئولین خواب رفته رو بیدار کنند و فرمودند حد مرز مقاومت تا کی باشه. بعضی ها خودشون رو به خواب زدن، گفتن که مقاومت تا همینجا بسه، الان ما چند سال جنگیدیم، چند سال درگیر منافقین بودیم، الان نیازی که حکومت آرامش داشته باشه، دولت آرامش و کشور آرامش داشته باشه و یه استراحتی بکنیم، به تعبیری بخوابیم. بفهمید که چطور تا حد مرزش تا کجا باید باشه و چطور باید برخورد بشه. فهم این حقیر سر و پا تقصیر از سیره اهل بیت، از سیره علمای بزرگ شیعه اینه که هیچ چیزی از مردم مهمتر نیست براشون. مردم، فهم مردم، تربیت مردم به شدت برای امامان ما مهم بوده، تا جایی که هر جایی دیدن هر کاری صورت بگیره باعث میشه مردم یه خورده روشن بشه ذره دریغ نکردن، خدا گواهه میلیمتر این ور اونور نکرد. تا کجا؟ تا اینجایی که اگر لازم حجت بر مردم تمام بشه فاطمه یه صدیقه بره پشت در، هیچ ایرادی نداره. چه فاطمه ای؟ فاطمه ای که در وصف او آمده است میگن که نه نامحرمی او را دید نه او نامحرمی را دید، اما بره بین 40 مرد. چرا؟ چون این مردم روشن شد. یکی از نکاتی کارهایی که خلیفه دوم، جناب خلیفه دوم انجام داد این بود که گفت نماز مستحبی را میشه به جماعت خون. الان برادران اهل سنت هم نماز تراویح میخونن همینطور. امیرالمومنین 25 سال خانه نشینه، در اون زمان کاری ازش برنامه. وقتی به خلافت رسید دید وارد مسجد شدید مردم دارن نماز مستحبی رو به جماعت بخونن. حضرت امیرالمومنین فرمود این بدعته، نکنید این کارو. پیامبر فرمود این کار صورت نگیره. اینا فریاد زدن وا اسلاما، وا سنتا، وا عمرا، فریاد زدن. امیرالمومنین فرمود باش. عجب، امیرالمومنین اینجا کوتاه میاد؟ نه، میگه مردم باید روشن شه. برای شیعه تربیت مردم اصلی ترین کار. چرا؟ چون تا مردم تربیت نشن امام زمان ظهور نخواهد کرد. من به شما بگم یکی از اصلی ترین عوامل غیبت، اصلی ترین عوامل غیبت توجیه نبودن مردم. شیعه باید تربیت بشه. خوب نگاه کنید، امیرالمومنین سر حکمیت نمیدونه مذاکرات جواب نمیده، علی نمیدونه، علی که همه چی کف دستشه خبر داره، هشدار هم میده. حضرت میفرماد مذاکره نه، جنگو ادامه بدید، کار تمومه ها. میگن نه مذاکره، الا بلا مذاکره. با کی؟ با معاویه. حضرت میبینه اینا باید تربیت بشن بفهمن مذاکره با معاویه فایده نداره. حضرت میفرماد باش سلام. خب بر مذاکره کیو بفرستیم؟ مالک خوبه؟ نه ما مالک رو قبول نداریم، مالک خشنه. ابن عباس خوبه بفرستم؟ نه ابن عباس قبول نداریم، ابن عباس مزریه از قریشه، ما یمنیم، باید حتما طرف یمنی باشه. خب کیو بذارم؟ ابو موسی اشعری. حضرت فرمود این آدم درست نیست دا. نه ما میشیم. یک سوال، چرا امیرالمومنین میپذیره؟ میخواد ببینه مردم بفهمن. یه بچه رو دیدیم که بابا جان داغه، عزیزم داغه، دست نزن بین. میبینه حالیش نمیشه، یه جا خودت کنترل شده بعد دستشو بگیری ببری بزنی به این استکان داغ، به این سماور داغ. حالا فهمیدی وقتی بهت میگم داغ یعنی چی؟ این تربیتش میکنه که جاهای دیگه گفتی داغ دیگه حرفتو گوش کنه، چون جاهای دیگه ممکنه مواد مذاب باشه، ممکنه چیزی باشه که این بچه رو بکشه اصلا خدای نکرد. خوب دقت کردید؟ امیرالمومنین میذاره مذاکرات پیش بره، اینا هم قشنگ با صورت میخورن به دیوار بتونی. برمیگردن اینجا حضرت یسوع میفرماد آدم شدید یا نه؟ تربیت شدید یا نه؟ دیدید این پدر سوخته است؟ متوجه شدید یا نه؟ یک عده گفتن آره یا علی. جالبه در تاریخ اومده بیعت دومی که امیرالمومنین میگیره خیلی محکمتر از بیعت اول قبل از مذاکرات ها. اما یک عده گفتن ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. درست یا علی، اما جسارتن تو هم اشتباه کردی، تو هم باید توبه کنی. حضرت فرمود برای از چی توبه کنم؟ چرا حرف ما رو گوش دادی؟ بابا شما اگه حرفتون رو گوش نمیدادم که شما میگفتی این الحکم لا لله، تو جلو خدا بایستدی.
نه، تو هم باید بیای توبه کنی. حجت باید تمام شه. امام زمانی که بنی صدر مردم 90% رأی مردم بنی صدر بود. رأی ما 100% بنی صدر، شعار مردم بود. 90% مردم رو بنی صدر رأی دادن. آقای دکتر روحانی 57% آرای مردم آورده. بنی صدر چند درصد؟ 90%. میخوام میزان محبوبیت رو بفهمید چقدر بوده. امام از همون روز اول میدونین منافقه. فرماندهان سپاه میرن پیش امام، سند جاسوسی بنی صدر رو به امام میدن. میگن این با اسم مستعار اسدی لورد وان برای آمریکا، برای CIA جاسوسی میکرده. امام یک ساعت و نیم جلسه طول میکشه، گوش میکنه، بعد میفرماد که برید باهاش کار کنید. اصلا اینکه از همین آقایین برای من میگفت، میگفت من در مورد خود امام به شک افتادم. یعنی چی باش کار کنید؟ جاسوسه. میگه بعد که جامعه پخته شد و بنی صدر ریش سیبیلش رو تراشید، آرایش کرد، با روسری فرار کرد از مرز، خودش شبیه زنها کرد فرار کرد، اون موقع دیگه کسی صداش نمیتونست در بیاد بگه بنی صدر. اما اگه اون اول امامینو میزد کنار میگفت اشتباه انتخاب کردی، نفتن ها ما یه کتشلواری پیدا کردیم بهش رأی دادیم، شما آخوندا تا یه نفر دیدید ببین. مردم الان هم سیره رهبری همینه. باید ایشون همون اول یک جمله گفت، گفت یا نگفت، منصف باشیم. چه اون کسایی که به نمیدونم آقای رئیسی رأی دادن، با آقای قالیباف رأی، آقای قالیباف که رفت کنار، با کسای دیگه، یا با آقای روحانی رأی دادن، هر چی 92 هستن، به هر کی رأی دادن، یک جمله گفت. چون گفت من به این مذاکرات خوشبین نیستم، من آمریکا رو میشناسم. نه آقا ما تو مذاکرات خوشبینی بدبینی نداریم. اینو بسم الله. چند میلیون مردم هم انتخاب کردن این مشیو. رهبر جامعه، دقت کنید، امام جامعه متناسب با انتخاب مردم سازوکار میچیند. یک موقع این انتخاب این مردم فردی است به نام آقای احمدی نژاد، ایشون مشی مقاومت، سازوکار رو مقاومت میچینه. یک موقعی است آقای دکتر روحانی، ایشون میگه من خواهم برم مذاکرات کنم. رهبری سازوکار رو چی میچینه؟ نرمش قهرمانانه. باش تو مذاکراتم تا جایی که بتونم کار میکنم که کارتو درست بتونی انجام بدی، که فردا بهانه نباشه بگی نذاشتن من مذاکره کنم. موارد متعدد بودن، خیلی از این بچهای انقلابی دادشون در اومده بود، پیغام میرسید که آروم باشید، بذارید آقا ایشون رئیس جمهور منتخب کشورش خانه امام زمان، 23 میلیون از شیعیان حضرت به ایشون انتراحی دادن. یعنی نگاهشون بر اینه که این رویه پیش بره جواب میده، میگه عیبی نداره. باید به مردم اثبات بشه که مشی ایستادگی رو اگه بذاری کنار زدنت. خب برجام چی شد؟ وقیحانه الان اومدن میگن هم از منطقه باید بری بیرون، هم تمام موشکاتو باید بیاری زیر 300 کیلومتر، هم باید اجازه بده از تمام مراکز ولو اتاق خوابتون هم باشه ما بیایم بازرسی بکنیم. به صراحت دارن میگن رو به اینا بدی تا فیزیکو از دبیرستانه ما حذف کنن. بسم الله. دارید میبینید یا نه؟ من با هیچ چی کار ندارم، به همین امام رضا سوگند میخورم هیچ حرف سیاسی نمیخوام بزنم، یعنی هیچ جانبداری سیاسی نیست، میخوام منصفانه فکر کنیم. مگر بحث بر سر این نبود اگر همین روش را پیش برویم خوب است، اگر نرویم دلار میشود 5000 تومان؟ الان که صحبت دلار 8-9 تومنه که. مگر نبود اگر همین مشیا پیش برویم خوب است، وگرنه برجام به هم میخورد؟ خب خورد به هم که، همون مشی هم که شما گفتی رفتیم جلو. حالا یه سوال، مردم آگاه شدید یا نه؟ اگر آگاه شدید تمام هزینه‌ای که دادی میصرف، از نظر من میصرف. تا مردم مطالبه، مردم رو آگاه بکنی. گو آقا دعوا بلد نیستی، کت که میتونی نگهداری ببند خدای گفت. خب شما نمیتونی تو خانواده خودت بشینی حرف بزنی؟ منصفانه صحبت بکن. ما مشکل با افراد که نداریم. من نه آقای روحانی پسر خاله‌م، نه احمدی نژاد، نه خاتمی، نه هیچکی. ما اصلا تو فک فامیل هم یه دونه مسئول نداریم. خب الحمدلله خدمت شما عرض میکنم، پس حب و بغض ذاتی و فردی نسبت به کسی نداریم. ما نگرانیمون امنیت کشوره. یه عزیزی کنار من نشسته بود از این دندان پزشکای مولتی میلیاردر، منم میشناخت، سلام علیکم فلان، اینجور چیزای صندلی هم عوض کردیم، گفت شما بیا اینجا من کارت دارم تو تهران.
دفعه قبل بود که من مشهد بودم، تا همونجا یه سخنرانی هم حواسیشون رفتیم. برگشت کوتاه نمی اومد که این مشی غلطه. بهش گفتم ببین نداره. اوضاع کشور حال کشور خوبه؟ گفت نه نه نه. گفتم دیدید چه اتفاقاتی داریم ور اونور میافته تو کشور؟ تازه ماجره خرمشهر و اینام نشده بودا. بعد گفت بله. گفتم من یه سوال دارم، خونت کجاست؟ گفت خیابون فرشته. اونا که تهرانی نیستن، البته منم که تهرانی ام نمیدونم اونجا کجاست، اما جای خوبیه. خب اون بالا شهره. بعد بهش گفتم ببین عزیز من، این معتادا رو دیدی که آدامس میکنن تو صندوق صدقات و پول در میارن؟ آره خیلی دیدم. گفتم من منو تو میترسن؟ گفت نه. گفتم دیدی چقدر جری شدن؟ گفتم تقی به توقی بخوره، همه اینا دو پشته سوار موتور اتوبان امام علی رو میگیرن بالا، میان بالا سر تو، میگن تو خونه اینا چیزی گیر میاد. زنگم بزن 110 میگه شرمنده، یه جا شلوغ شده 1000 نفر اونجا اولویت داره تا خونه تو. تا خود تهران بنده خدا به افق هواپیما خیره شده بود و صحبت های انتهای ما راجب این بود که قفلا کدوم قفله نمیتونن بازش کنن. تا منافع خودشو گفتم کوتاه اومد. مطالبه کنید، درست رأی بدید. نماینده های مجلسی که اینجا ایرانه دیگه، همه جا ایران تشریف آوردن اینجا، به عزم میگم مشرف شدن. خب یک سوال از نمایندتون، بخواید نماینده شما باشه، حرف شما رو بزن. الان این مجلس انصافا داره با دولت همکاری میکنه، همکاری که گذشته من احساس میکنم که دیگه یه روابط خیلی برادرانه و اصلا روابط خانوادگی حاکم ظاهرا. خب همین اتفاق بنده از منتقدین جدی های احمدی نژاد هم بودم تون دو سال آخرش، اما منصف باشیم و هستیم، میگیم این کارش خوب اون کارش بد، آیا احمدی نژاد ساده زیستیش خوب یه سری کار دیگه‌اش بد. ما همه آدم ها صفر و صدی که نمیبینیم. حالا دقت کنید، من میگم خدا وکیلی این اتفاقاتی که الان داره میفته اگر تو دولت قبلی افتاده بود مجلس چی کار میشه؟ دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه؟ ما نمیگیم الان بیفته به جون دولت، اصلا کار درست نیست، کشور آلامش میتونه، اما مسئولین رو سرخط کنه. این یعنی چی؟ اصلا شرم‌آوره که هر روز خبر فساد این ور اون ور پخش بشه و مردم برخورد آنچنانی نبینن. بند یه جمله چند وقت پیش گفتم، خیلی هم پخش شد، الان اینجا میگم، بودم نظام حجامت میخواد، باید این خون فاسد رو بگیری بریزی دور تا بدن زنده بشه. قبلش هم که خونو بریزی دور، مستحب به خون حجامت شده رو به اون فرد حجامت شده نشون میگم این خونه دین، ببین چقدر غلیظه، چقدر سیاهه، نگاه میگم مستحب. اینو یعنی باید به مردم نشون بدی، مردم ببینن جیگرشون حال میاد، میگن آها پس مقاومت فقط برای من نیست، با کسای دیگه هم برخورد. اون موقع تاب مقاومت در مردم میره بالاتر و این باید است و مطالبه آیین قوه قضاییه. گوش کنید، این مطالبه مردمه. میخواد بفهمید مطالبه مردمه یا نه؟ از صلواتشون متوجه خواهید شد. محمد آل محمد بچه خدا حاجای رئیسی مسئول تولیت معزز نه مسئول دادگاه ویژه روحانی، دادگاه ویژه روحانی از خودشون هم میخوام از همون روحانیون فاسد شروع کنه. بسم الله دیگه ها شروع کنه، ما برخورد انقلابی و قاطع ببینیم، مصلحت اندیشی و اینجور چیزا دیگه به کنار بگذاریم. تو دادگاه مشهد نمیدونی چه خبره؟ دادگاه ویژه روحانی خوبه الحمدلله، یه چهار تا کله ببره بالا دار ما هم ببینیم. خب ممنون و سپاسگزارم. خیلی ممنونم جناب استاد رایفور، خیلی ممنونم از همه بینندگان عزیز و محترم و عزیزتر از جان. قبلی که بلند بشید، استاد رایفور دم از آن مغرب و مشهد مقدس است، چند تا دعا میکنن مسلما با آمین هایی که شما میگید و دستاتون با آسمون بلند میکنه، خیلی فضا رو متحول خواهید کرد و فاصله زمین و آسمون رو کم و کم و کمتر میکنید. دعاهای استاد رایفور رو همه با هم آمین میگیم. بفهم اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدا این مردم 40 سال به پای وعده های تو ایستادن، دارن سختی میکشن، چشم سر انشالله ظهور آقا صاحب الزمان رو ببینن. خدا این انقلاب رو به دستان مبارک و پرچم این انقلاب به دستان مبارک و با کفایت آقا صاحب الزمان برسان. خدا مسئولینی که همراه با مردم نیستن اینها رو هدایت بکن و اگر هدایت پذیر نیستن نابود بگردان. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب از زمان، سلامتی خودتون انشاءالله به سلامت، اونهایی که ظاهرن به خانه های خودشون برگردن سلامتی نبود.